سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ منم اینفرنو هستم و خوش اومدید به دومین ویدیوی مسخره امروز. خواستم بگم مسخره امروز دیدم معنی نداره. بچه ها داشمین نگو بگو خرسه میرم. بچه ها امروز قول داده بودم بهتون که دو تا ویدیو میذارم. یه لحظه با خودم فکر کردم، گفتم بچه ها این گیم پلیشو گرفتم ولی داخل مود شبه، گفتم براتون بذارم چون اصلا زنبورم هست و اینجور داستانا، اسکینش خیلی بیشتر معلومه داخل مود شب، خیلی خفنه. گفتم گیم پلیشو براتون بذارم. داشمین خرس مهربون، یعنی واقعا خرس مهربون اینجا به ما میرسه، یعنی در این حد بگم اصلا تیم اپ زدیم در حد، بریم گردونه رو با هم بزنیم. بچه‌ها یه چند تا ضرب هستن که قبلا زدم از گردونه های فوریو، اینا داخل فوریو هن. خب مثلا فکرم حدود تا شاید بگم 5-6 تا گردونه خفن بود که من نداشتم، ولی بچه‌ها اصلا نگاه میکردم اون موقع خب مثلا سی پی زیاد نمیگرفتم دیگه، مثلا در این حد مثلا هر گردونه رو 3 بار 4 بار، بچه‌ها یکی از گردونه رو 8 بار زده بودم. بچه موقع دیدمش اصلا قلبم گرفت، یعنی قلب داشمینتون گرفت خیلی بد. گفتم خدا چرا اینو کامل نکردم، این همه هرسشو خوردم. حالا بچه بریم دونه دونه با هم بزنیم. اینم HBR لژندری زنبور داشمین خرس مهربون، بریم اصل بازی. بچه واقعا پی تو وینه، یعنی نگاه کن پی تو وینه اصل کار، یعنی نه ببین یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی ها، یعنی بچه با HBR عادی نمیتونی بات بزنی، خدای اینو راست میگم، با این انمی میشه زد، اصلا یه چیز ست. حالا ببینید ایمش چطوریه، اصلا نگاه کن نیاز به ردات نداره، خودش قفل میکنه رو انمی، واقعا پیتووینه، یعنی اگه یه وقت بیاد روی زمین نباید اینو برداشت. حالا بچه مثل خیلی از گانا اینجوری هست، نگاه کن خدای ایمشو ببین چقدر شه، که البته وقتی یه یار کیل دوز داشته باشه اینجوری کیلاتو میدوزه، ما کلا فاقد اهمیت. بریم چند تا باش کیل بزنیم، اتچمنتش هم بچا براتون میذارم برید تستش کنید. خدایی اصل بیتومین است، یعنی یه چیزی در حد ای که چه رفت یخی، نه بابا ایمش اصلا انگار دیجیتالیه. خیلی گنگش بالا. ببین داداشای گلمو بزنیم، داداشای گلم داشمین خرس مهربون با اسکین مشکی داره میاد موومنت میزنه، موومنت ها بی فایده است. خرس مهربون هستم. سلام دوستان عزیز، خرس مهربون هستم. اینا رو زدیم خیلی با HBR، خدایی میگم عادیشو بدید دست بات، بات قهر میکنه، میگه آقا این چه اسکینیه به من دادی، اصلا این چه گانیه، ولی لژندش میشه باید زد. ببین همیشه داشمین راستش رو میگه، نمیگه مثلا واقعا بچه ها بعضی از گانا مثلا ارزش خریدن ندارن. لژند آرتیک هم بده قشنگ بزنیم بتره کنیم، البته اینا رو فعلا در صورت یه هایلایت تور گذاشتم. گیم پلی اصلی بچه ها اصل کاره، یعنی دروغ نیست که بهش میگم اصلی. بچه ها البته الان روز شده، این گیم پلی فکر کنم مال دیروزه یا پریروز، دیگه دلم نیومد نظارمه چون خیلی باحال شده بود. حالا فرقی هم نداره دیگه، یه شب و روزه، صبح روز، الان شب اینم شب میذارم دیگه یه بوی، ولی از فردا کلا سعی میکنم گیم پلی هامون روز باشن. بچه خدایی نمیدونم یه دو تا سه تا گیم پلی خیلی خفن، یعنی یه چیزی میگم یه چی میشنوی، اصلا یه حرکت هایی زدم ناب، میگم اگه حالا مثلا اوکین مثلا دونه دونه براتون بذارم اونو، حتما داخل کامنت ها برام بنویسید چون نظر شما مهمه دیگه. من دوباره میتونم برم بازی کنم گیم پلیشو، ولی باحالم میدونی، جنبه فان دارن. اگه جنبه حرفه اینجور چیزا داشتم میگم آقا دوباره میرم پلی میدم، ولی جنبه فان دارن. اگه اوکی تا براتون مود شبش هم بذارم. بیا پایین، بیا پایین. داشم سامی، داشمین خرس مهربون داره همه رو میزنه. بچه ها گان فقط یه خورده فاصله دور رو بد میزنه، البته اکی هم اینجوری اگه پینگت بد باشه. نیدا هم خیلی ضعیف کردن بچه ها، تأکید میکنم نید فقط وست میتره کنه جدیدن. البته میگم نیدا همونه، قدرتشون دمیجشون همونه، اصلا هیچ اطلاعاتی درباره نرف شدن نیدا نیست داخل مثلا اخبار و اینجور چیزا، قضیه فقط به خاطر آرموره، آرمورا خیلی قوی شدن، یعنی نگاه کن مولایی قوی شدن. انمی های بی تربیت بیاد اینجا، داشمین داره میاد، نه داشمین نگو بگو خرس مهربون. خرس مهربون ها، خرس مهربون داره با یه بیوای میاد، بیوای میتیک، نه کی با لیوان داشت همین دو خورده بیان جمعی، نه داری تیر میزنی خرس مهربون اینجا نمیبینی، البته حق داره نبینه، میدونی چرا؟ چون خورشید پشتش به ماست، میدونستی؟ نه میدونستی خوب. نه بچه به خاطر نینجا، وقتی نینجاتون آپگرید باشه صدا پاتون رو هیچ جوره نداره، یعنی اصلا نگاه کن هر کاری دوست داری بکن. بیا پایین بچه جان، بیا پایین. برلین داداش گلم برلین،
واقعا داشتم این و سیسماستی ها حلالتون. آقا داشتم میگفتم بچه ها ببینید بعضی وقتا ریوایو میشید، مثل الان من ریوایو شدم، یه گان برداشتم سری آرمورم رو زدم، یه بی وای 15 دستم و یه گان دیگه، خب سری آرمور رو زدم، لوتم رو کردم، آماده بودم که یه اسکوادی که داخل فارم همه فارم رو زدن بیان به من راش بدن. نینجا زد گست لوزند، بیا پایین بچه جان، بیا پایین، سرمون درد گیره، بیا پایین ایوان یا دوزخ، دوزخ هم تگشه احتمالا، دوزخ شام بیا پایین عزیز دلم، سرمون درد گرفته داشتم. ببینم الان دو نفرشون موندن، وقتی نکن یک نفر از یه اسکواد دو نفر رو میزنه بچه ها هنوز اونقدر ترس ندارن، یعنی مثلا نفر سومشون هم میاد دوباره، ولی نفر چهارم میترسه. ای گفتی چرا؟ چون خورشید پشتش به ماست، چون میدونه داش همین سه نفرشون رو زده، حتما پلیر خوبیه که سه نفر حتی مثلا بهش دمیج زیادی هم ندادن. میدونی چی میگم؟ قضیه اینه. ببین پس این پلیر چیکار میکنه؟ سعی میکنه خیلی سیفتر بازی کنه. یعنی من فقط میتونم با گان دومم بزنم، ولی امکان اینکه راش بده اینا در یک صورت راش میده، مگه اینکه داش همین رو بفرسته لابی از روی جسد که نمیاد، از روی لوت باکس داشتمین رد چه بیاد اینجا تگا رو بگه. نکن دیدمش خیلی سوسکی نامحسوس داره میاد، نکن اونجا هدش رو میبینم، نکن داداشم بیا اینجا، بیا آره بیا اینجا با هم صحبت کنیم، قشنگ ایمون میگیر آرمور 200 هم داده، هیچ کاری نمیتونه بکنه. یه اسکواد وایپ خیلی شیک داشتیم با داخل این ویدیو داشتمین خرس مهربونه، با خرس مهربون. به هر حال بچه‌ها بریم تا اینجا هایلایت بود، اگه بهتون بگم تا اینجا هایلایت بود چی میگین؟ 6 دقیقه از ویدیو هایلایت، ولی خدایی حال میده دیگه، دلم نمیاد میدونی گیم پلی کاملو میگیرم چون من حال میکنم با اسکین، یعنی مثلا یه اسکین جدید میگیرم سعی میکنم 5 6 دست باش بازی، بعد من زود گیم پلی هم در میاد، یعنی بچا سر گیممو میگیرم مثلا میتونستم همینو بذارم، میدونی چی میگم؟ ولی سعی میکنم هایلایت هم باشن، از دستایی که بازی میکنم جاهای جالبش هایلایت بذارم، بقیه جا رو آقا گیم پلی کامل. الان بریم سر گیم پلی کامل، نمیدونم من میتونم همه رو هایلایت بذارم و کلا یه دونه گیم بذارم، ولی میگم قشنگ خوش بگذره بهتون، یعنی میشینی پای ویدیو داری خوراکی مراکی میزنی حال بکنی. حالا نظرت هم برام داخل کامنت ها بنویس بچه ها، جدی بنویسید، نمیدونم میخواید همه رو هایلایت بذارم مثلا فقط کیلای خفن بذارم، اونجا حال نمیده، هم هایلایت تور باحاله. حالا من نمیام کاتو یک ثانیه بزنم، هایلایت منظورم اینه اگه مثلا من 6 دست بازی میکنم یه دستشو کامل بذارم، اون 3 دست که مثلا یه جاهای خیلی باحال دیگه نگاه کن خیلی باحال داره براتون بذارم، اینجوری به نظرم خیلی باحال‌تره، همه میخندیم با هم دیگه. بیا پایین بچه جان، کجا داری میری؟ سر داشمین درد گرفت، رو هوا مردی بچه. این 13 رو یادتون باشه، این 13 رو یادتون باشه، این آخر بازی چه دهنی از ما سرویس بگو. اینا ما رو شناخته بودن بچه، داداشم ارسی رو زدن اینجا، داداش تعصبیم اینجا عصبی شد گفت امین بزن بترکون سیستوق بکن، سری تگمو بگیر تا بیام، گفتم داداش کایت نباشه، مثلا داش امین خیلی تعصبی داره. این نفر اسمه سولی سولی بچه یه رفیق داشتیم سلیمان، همین دقیقاً به همین لحظه گوش کنش بودم سولی همیشه میگم من نگو سولی، یادش بخیر، تو مهد کودک یه بچه بودم داش. بچه همیشه حواستون به اسکوادهای اول بازی باشه، بذارید نکته ترتمیز رو بگم بهش کنید. ببینید اول بازی حالا چه تو پلتفرم چه فارمت چه مثلا با یه اسکواد درگیر میشید بی سر و صدا هن، خب یعنی نه حرفی میزنن نه چیزی، ولی شما نمیفهمید، شما سه نفرشو میزنید یا یه نفر میاد به هر دلیلی تگا هم که انقدر طولانی شدن که اصلا هیچی ول کن خیلی طول میکشه، یعنی قشنگ راحت میتونی بری 2 دقیقه وقت داری قشنگ، این 2 دقیقه شما که نمیمونید اونجا دیگه، مگه اینکه مثلا یه چیزی بهتون بگه یا مثلا اصلا نخواهید خیلی ترای هارد باشید بمونید سر تگای اینا، خب بچه ها اینجور اسکوادا رو که اول بازی میزنید خب اینا عصبی میشن دیگه، قشنگ میرن تگ میگیرن لوت میکنن حسابی ایردراپ، اینا هیچ فایتی هم نمیدن، قشنگ کینه رو به دل میگیرن که قشنگ بیاد دهن سیسماستیا رو سرویس کنن. بچه ها واسه میگم همیشه واسهتون به اسما باشه، حالا مثلا زیادم گیر ندید رو تگا، مثلا دیگه سه نفر زدن خیلی وایسید اونجا، مثلا همون در حد گذر خودتون، اگه اومد بزنید نیومد برید، ولی به هر حال میگم حواستون باشه که اگه اومدن قشنگ بزنید بترکون، نذارید قشنگ برن لوت بکنن و اینا، حواستون به این دلیل باشه، چون من خیلی سری موضوع قشنگ فشار میخورم، اینو یه اسکوادو میزنیم بعد یهو میرم با پری فایر و وار ماشین و همه چی میارن میان سراغتون، حواستون خلاصه به اینا باشه. تا داشمین خرس مهربون داش براتون میگفت، خرس مهربون نه داشمین داش میگفت، اصلا داشمین داش میگفت قشنگ مال خود داشمینه، بریم. ولی خدا رو شکر بچه‌ها روز برگشت، اصلا شب یه جوری بود، با اینکه مثلا واسه تنوع هم خوب بودا، ولی دیگه خیلی داشت طولانی میشد. بیا پایین داداش، بیا پایین، سرمون درد گرفت، سیستوق بخوره بهت، سری اون لوت های اوه 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 بی وای 15 رو سری بده، داش همین میخواد بتره.
بچه ها تا اینا رو سیستوخه میکنید من این نظر دیگه بگیرم ازتون. بچه ها کاستوم رو ما رو چه ساعتی بذاریم؟ چون حالا خیلی هاتون مدرسه میرید دیگه، درس و مشق خب مهمتره دیگه، درس مولایی، اول باید درس، اول آینده. بچه چه ساعتی حال میکنید کاستوم رو ما رو بذاریم که نه ببین کاستوم های جایزه دار رو که مثلا ساعتش رو مثلا تعیین میکنم، مثلا میگم آقا امشب فلان ساعت کاستوم رو، ولی کاستوم هایی که خودمون میزنیم، خودم میام داخلش بازی میکنم، حرف میزنیم، میترکونیم هم دیگه، شما میترکونید ما رو. بچه اینا رو دوست دارید چه ساعتی بذارم؟ چون الان خیلی هاتون میدونم مثلا مدرسه اینا میرید یا آقا کار دارید، زندگی دارید، بالاخره بچه حتما ساعتش رو داخل کامنت ها بنویسید. اگه مثلا با یه ساعتی موافقین اینا دیدین بچه کامنتش رو لایک کنید، اون لایک رو بذارید، کامنتش میاد بالا کم کم، بعد من میبینم همون ساعت میذارم. این ساعت اوکی کنید که سر یه ساعت مشخص اینا همه کاستوم ها رو بزنید، مثلا دو سه ساعت پشت سر هم قشنگ اشغال. بچه ها گیم پلی های کاستوم خیلی بیشتر حال میده، چه به خودم، حالا نمیدونم شما هم حال میکنید یا نه. اولین نکته مهمش اینه که اصلا بات داخلش نیست. این حالا گوش کنید، بابا چقدر اغده این اینا یا خدا. داشت ما فشاریم، ببین ما دی اسکواد فشاریم، چارتوی ریخ میشن واقعا فشاری هستی نداشت، واقعا فشاری هستی. عشق داداش تو، عشق داداش، ببین بار ماشین بکنم یه تایی میخوام با فولی فایر بکشم. آقا ما با این داداش گلمونه کم صحبت کردیم، با این لهجه شیرینه چقدر حال میکنه من. تو عشق داداشی، من تو رو خیلی دوست دارم. بچا یاراش الان میان، گفتیم آقا بهمون گفت فشاری دیگه، حالا چون مثلا از اون بالا پریدیم دیدیم اینو میخواد، ما می‌خواستیم بریم سمت فارم دیگه، اینو دیدیم زدیمش، بهمون گفت وای شما چقدر فشار. بچا یارش اومد، خدای نگاه کن، میگم خرس مهربون، یعنی واقعا خرس مهربونم و ارسی سوء استفاده کرد. نگاه کنید بچا اینجا براش گان دراپ میکنم، فقط ببینید چی میشه. داش بیا گان بگیر، اشغال کن ستون بیا. بچه ها انقدر گلب داشت همین پاکه مارک میکنه، با اینکه انمی مارک رو نمیبینه. بیا گانو بگیر، فرار نکن، کاید نداریم، بیاینم آرمور ستون بیا. چقدر گلبم پاکه بچه ها، مارک میکنه، یعنی یه رست اصلا عشق تو چشام حلگه زد به خدا. بیا بیا نگاه کن، نگاه کن گانمو برد. بیوای ندارم همین. نگاه کن دن سرویس بیوای هم برداشته، میگه بیوای ندارم همین. بیوای کدومه؟ راجبه چی هر بزن باداش؟ من اونو میخواستم. بیا اینجا کایت نداریم، بیا یا با هم سلام علیک کنیم. داش همین خیلی گلبش مهربونه، بیایید داش. بیا سلامو داری؟ بیا سلام امید، خوبی؟ بیا گان بچه یا کوی داشتی که بیا قربونه حساب نمیخوای خاصی عزیز. نه مرسی، ممنون، بفرما. نشت چقدر داری داشت نمیشه پرشم. آره دراپ بس کردم داداشای خوش قلبم، خدایی خیلی دوستتون دارم، اصلا عشق میکنم اینا رو میبینم تو بازی. بچه ها بریم سمت چاپر، نگاه کن داداش امین اسنپ، من راننده استف سیسماسلی هم هستم، بیاید بالا ببینم. بیاید نگاه کن، اول ارسی اومد بچه ها، نگاه کن، گفتم فقط باید بیای بالا ستون. بیا بالا من تنها نمیرم، بیا بالا. داشت شما اسنپ میگه داش شما. بچه ها جدیدن وقتی مثلا ریوایوی کسی میبینم سوارش میرم، میگم داش برسونمت تا یه جایی ببرمت. حالا پسر هستن، فکر بد نکنید پسر. بچه ها اینجا هم خوردیم به دو سه تا از بچه های کرمانشاهی، خیلی بال بودن. حالا ببینید اصلا ببینید چی میگید تر هم زشت فهم گیم هم صوب زدیم، همه آروم گوش کنید. نه همین داش حیات میجام. میگه با شاتگان نابودمون کرد. آقا من کلی سال اونجا بودم. اچ پی آر داداش همین. بابا تو رو خدا نزن دیگه. داش نمیدونستم. دمت گرم. دم خودت گرم ستون. پرچم بالا آقا. پرچم بالا. بیا اینجا ببینم. بیا اینجا راش بده داش همین با اچ پی آر عصبی.
ایما خیلی قوی، اعصاب ضعیف، ایم قوی. ناکن اعصاب سیسماستی، اعصاب ضعیف، ایم قوی. ببینم کی میخواد بزنه. قشنگ بچا من خیلی بدم از این خونه میاد. یعنی نگاه کن حقیقتشو بخوام بگم حالم از این خونه اینجا به هم میخوره. بچا از همه جا راه داره. یعنی اصلا فقط تنها راهش اینه که بری بیرون. یعنی از بک میتونن نینجا بزنن، نید میشی، اسمارس میشی، از اون ور دنیا میتونن اصلا یه چیز بیکاور. کاش یه خورده اینا رو مثلا لاپوشونه یکم حجاب این خونه رو بیشتر رعایت می‌کرد. قشنگ بچا صدای زنبور میاد میگه سیستوق. اینا بچا فرست پرسنشه. گفتم ببین حالا قضیه از اینجا باحال میشه. قضیه از اینجا قشنگ میشه. اون 13 ها رو که گفتم داخل پلتفرم. حالا اینا که اینا داداشیامن بزنیم بترکونیمشون اف کی سری بگیرمش. اف کی ها رو دوست داشته باشه. فکر کنم وایس ساده نه اف کی نبود پشمام. اینم از داداشم علی. بچه اون 13 ها رفتن اسنایپ گرفتن. اسنایپ میزد اشک در بیادا. یعنی یه جوری اسنایپ میکرد آخر بازی. یعنی میگه بابا تو دیگه خیلی ترای هاردی و داشمین ما چی کار داری؟ سریع بزنیم چون یه نفر داره از اون ور اسمارس میزنه. یه نفر بالای کو اسمارس یه دوتا آرتیک هم اون ور. یعنی میخوام آرمور بزنم اصلا نمیزنم. میپکونه. نگاه کن بچه اینجا یارم رو زد. همون 13 بودن. نگاه کنید آرمور رو میزنم. حتی انقدر مثلا قشنگ خط گرفته بودن چون دو نفر سه نفر بودن. اگه یه دونه اسنایپر هیچ وقت نمیتونه اینجا باید دو نفری بزنن. حالا مثلا ما همزمان این کار رو میکنم. یه نفر میدیدیم وایساده. خب مثلا با یارم اگه اسنایپ داشتیم میگفتیم یک دو سه همزمان اسنایپ میزدیم. بچه ها طرف نمیتونست موومنت بزنه، نه کاری کنه، همون لحظه ناک میشد. یه ترفند باحال. حالا اگه خواستین خودمون تستش میکنیم. یعنی میریم میگیم یک دو سه استایل میذاریم طرف چقدر قشنگ میفته. یه هماهنگی خاصی میخواد. حالا اگه دوست داشته باشید داخل کامنت ها بنویسید بچه ما همین عرصی میریم براتون میگیریم. ببین چقدر خفن میشه. اینجا اسکوادا بهم راش دادن. داش همین عصبی اعصاب ضعیف یه خورده پینگ بالا. وای چرا میز شد ببینم داداشم صادق کلاس مدیک هم کلاس خوبیه دیگه. تون تون هیل میکنی تون تون فایت میدی فایت های ملایی. بچه ها داشتن در مورد کاستوم ها میگفتن. اول اینکه اصلا کلن بات نداره همه پلیرن. بعد بچه های غریبه اونجا نیست. مثلا اینجوری نیست طرف مثلا هرس بخوره یا مثلا فوش بده اونجور چیزا. من حتی من فقط مثلا شنیدم واسه همین استریمر مودم اصلا نمیذاریم بیاد داخل روم چون معلوم نیست که اسمش معلوم نیست. میدونی مثلا این کارو میکنن که مثلا بیان استریمر که نیستن دیگه قاعدتا. میام مثلا یه حرکتی بزنم. به هر حال ما دوست داریم با سیسماستیا خوش بگذرونیم. آقا در کل میگم کاستوم ها رو بیاید. من خیلی ها رو دیدم بچه ها به خاطر اینا لژن نکردن. نید ضعیف شده. یعنی هر چقدر قشنگم نید و دقیق و سر ثانیه پرت کنی فقط وستو میزنه. چرا اینجوری شده نمیدونم. یه بهونه دیگه. ولی بچه ها ویدیو ندام دارم اوکی میکنم. بریم سیستوقیا رو بزنیم. بچه ها اسنایپر زون آخر خیلی بده. الان من تک به فکر کنم 3 و 4 موندم دیگه. تک به 4 فکر کنم. نه. سه تا تیمیم. یه تک به سه هم با یه نفر رندوم. یعنی مثلا اون از یه سکواد دیگه تک مونده. آقا سامان بود اسمش. نه بچه با اچ بی آر سره اینو میزنیم. هایگران واسه این میگم. آقا الان بهترین جای بازی مال من. قشنگ طرف نمیتونه نفس بکشه. تا یادم نرفته اتچمنت هم همینجا براتون بذارم. سب کنید. خب بچه ها داشتم میگفتم اینم از اتچمنت به تستش کنم اونم لذت ببرید. یه اسنایپر پایینمه. دو نفرم اون ور میخوان بهم راش بدم. بچه ها ببینید اسنایپر ها داخل یه همچین زونایی حالا اگه زون خونه اینا بود خیلی ایزی تر جمع میشد. نکنید منتظرم بهم راش بدن ولی اسنایپرشون خیلی زرنگ. یعنی آدمی که اصلا نزدیک نمیاد فایت نزدیک نمیده فقط از اون ور دونه. یعنی از اینا من خیلی از اسنایپرها دیدم. بچه ها میری نزدیکشون هم فرار میکنن. سری اومد یه راش داد به یاراش هم داره میگه یه تیر خورده برید. یعنی همین الان سعی یاراش میخوان بریزن سر من. قشنگ من باید کاورمو بگیرم. از این بغل دیگه اومد من مجبورم راش بدم اینجا. قشنگ داش بیا پایین دو نفری هم هستن. نگاه کن اصلا رحم و امان ندارم. قشنگ تیرا رو بزنیم یه خورده اتچمنت اچ اس هم باید تغییر بدم. حالا اگه تغییر دادم اگه دوست داشتید براتون میذارم. خیلی خفنش میخوام بکنم ولی یه چیز متفاوته دیگه. این سیستو هم زدیم. الان من موندم اون اسنایپره. بچه‌ها خیلی اینجور اسنایپرا دن سرویس من زیاد دیدم تو بازی. مثلا میرن بالای این کو دو تا اسنایپ میزنن صدای ماشین بشنون انمی ببینن از اونجا میرن. قشنگ میرن یه مثلا یه محله دیگه همینجوری از دور. این سبک بازی ولی قشنگ هم اسنایپ میزنه. خدای اسنایپاش خوبن. میسینا خیلی کم میده قشنگ میزنه. رفته اون و قشنگ نگاه چسبیده به خط زون. ببین تازه تریکسر هم زده موقع فرار راحت و سری بره. اسکینش هم که باته اون ور دنیا قشنگ خط ما رو گرفته. یعنی من میرم یه ایم بگیرم دوتا تیر بزنم قشنگ بچه ها دوتا میزنه تو سر و کلم.
خیلی سخته. قشنگ اینا کن کاور نداشته باشی راحت میگم مردی. منم وایسادم این 25 ثانیه بگذره که گذشت یه خورده زون بیاد. یعنی از پشت اون تکون نخوردم. از سطح پایین میده که نتونه راحت خطتو بگیره. نکن خیلی هم بد میزنه. خیلی هم پینگش خوبه قشنگ معلوم ازش. نکن قشنگ موومنت ها رو میزنیم، آرمورمون رو قشنگ یوز میکنیم، میذاریم کامل بشه. یه شات مولایی میزنیم و برو لابی. بچه‌ها به هر حال امیدوارم لذت برده باشید. برید اتچمنتش رو تست کنید. منتظر ویدیوهای فردا باشید. کاستوم رومای منم بیاید. لینکش هم میذارم داخل کامنت ها. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. خیلی خفن هستید. مراقب خودتون باشید. میبینمتون فعلا. بابای.